رئیس کمیسیون انتخابات ولایت پکتیا به سارنوالی معرفی می شود. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. هوا علم نورستانی روی صفحه فیسبوک اش نگاشته است. رئیس کمیسیون انتخابات ولایت پکتیا پدر تقلب انتخابات شش میزان اعلان شد. به خاطر تضمین شفافیت انتخابات و جلوگیری از آراء تقلبی، نقیب الله حیدری رئیس کمیسیون انتخابات ولایت پکتیا به لوی سارنوالی معرفی می شود. جدول اشتراک کنندگان واجد شرایط در انتخابات ولایت پکتیا نشان می دهد که در این ولایت حدود 30,000 رای دهنده قانونی ثبت و راجستر گردیده، ولی در روز برگزاری انتخابات در ولایت پکتیا حدود 160,000 رای استعمال گردیده است. بعد از بررسی چک و کنترل دقیق روند انتخابات ولایت پکتیا دریافتیم که در این ولایت بالغ بر 120,000 رای از طرف رئیس کمیسیون و مسئولین ذی‌دخل به نفع یک تیم انتخاباتی تقلب صورت گرفته. کمیسیون مستقل انتخابات متعهد بر شفافیت انتخابات است. به همین منظور بعد از بررسی کارکرد مامورین عالی رتبه و پایین رتبه این کمیسیون، همان اصل مکافات و مجازات را به طور یکسان بالای همه تطبیق می کند. اگر شما هم اسناد موثق درباره تقلب مامورین ولایتی کمیسیون انتخابات در دست دارید، امید است آن را با ما شریک سازید. در نشر پیام همکاری نماید تا مردم افغانستان با چهره های بدنام انتخابات آشنا شوند. تولو نیوز. پشتیبانی امریکا از تصمیم کمیسیون از بحر شمارش تنها آرای بایومتریک. جان با سفیر امریکا در کابل روز دوشنبه 22 میزان میگوید که واشنگتن از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که تنها آرای بایومتریک قابل شمارش هستند پشتیبانی میکند. آقای بس پس از چاشت دیروز از کمیسیون مستقل انتخابات و از روند انتقال اطلاعات دستگاه های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات این کمیسیون دیدار کرد و افزود که کشورش شفافیت را در روند اعلام نتایج انتخابات مهم میداند و تاکید کرد که اگر این نتایج اندکی با تاخیر هم اعلام شود، اما آرای شفاف شهروندان افغانستان مشخص شود بهتر است. این دیپلمات آمریکایی از شمارش آرای بایومتریک شده پشتیبانی می کند و در این باره گفت: ما از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات از بحر شمارش تنها آرای بایومتریک پشتیبانی می کنیم و فکر می کنم که این یکی از راهکارهای مناسب برای شمارش آراست، چون در انتخابات گذشته شمارش آرای فیزیکی با مشکلاتی روبرو بود. او بر استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی نیز تاکید کرد. او در این باره می گوید: ما یک بار دیگر تعهد خود را با کمیسیون های انتخابات از بحر استقلالیتشان و توانایی هایشان را در کار به دست آوردن یک نتیجه درست پشتیبانی می کنیم. نتیجه ای که خودشان به گونه مستقلانه تصمیم بگیرند که کدام آرای باید حساب شود و کدام آرا حساب نشود. سفیر امریکا در کابل حضور و شرکت مردم را در انتخابات و نیز تامین امنیت این روند را از سوی نیروهای دولتی می ستاید و از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد که برای اعلام نتایج شفاف انتخابات این قربانی های شهروندان افغانستان را در نظر بگیرند. این در حالی است که عبدالله از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر باطل کردن آرای بدون بایومتریک استقبال کرد و از کمیسیون شکایت خواست و شکایت ها رسیدگی کند. همزمان با اعلام پیروزی از سوی عبدالله کمیسیون انتخابات میگوید هیچ نامزدی حق ندارد قبل از اعلام نتیجه از سوی کمیسیون اعلام پیروزی کند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان و نهایی در 16 عقرب ماه بعدی اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نامزدی حق ندارد اعلان پیروزی کند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که هیچ نامزد انتخاباتی حق ندارد پیروزی خود را اعلان کند و این حق کمیسیون انتخابات است که بعد از بررسی تمام نتایج نامزد برنده را اعلان نماید. با گزارش اسپوتنیک، عبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات روز دوشنبه 8 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت: اولین بار است در افغانستان انتخابات با شفافیت بلند برگزار شده است. او افزود: تا کنون 7500 فرم از طریق آنلاین به سرور کمیسیون انتقال داده شده و فرم هایی که باقی مانده به زودی به سرور مرکزی انتقال می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از وزست آوردن شمارش آرا اعلام خواهد کرد، اما می گوید که تا حال شمارش کل آرا به پایان نرسیده و به ما منتقل نشده است. پیش از این عبدالله کاندید ریاست جمهوری از طریق صفحه فیسبوک خود گفته است که طی دو روز گذشته ما نتایج ولایت‌های مختلف کشور را مورد مطالعه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آرای زیادی داریم. عبدالله بیان داشته که نتایج بررسی های ما در دو روز گذشته نشان می دهد که تیم ثبات و همگرایی پیشتاز است و انتخابات در دور اول به نتیجه خواهد رسید و نیازی به دور دوم نخواهد بود. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست و کمیسیون های انتخاباتی باید جلو مداخله اداره احصای مرکزی در روند انتخابات را بگیرند. و همچنین می گوید متاسفانه برخی از مقامات در ولایت در پروسه انتخابات مداخله کردند که همراه آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سرنوشت کشور تنها بر اساس رای سالم ثابت و پاک مردم تعیین می شود. این در حالی است که مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری گفت ارقام سطح اشتراک رای دهندگان در ولایت‌های قندوز و تخار و استثنای 20 مرکز به دست آمده، اما گزارشات فرا و بدخشان هنوز زیر کار بوده و کوشش‌ها جریان دارد تا ارقام سطح اشتراک رای دهندگان و جدول نتایج آن به دست آید. او افزود هدایت کتبی به رؤسای ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی ارسال گردیده تا تخلف و تخطی‌هایی را که می‌بینند مستندسازی کرده و با رهبری این کمیسیون‌ها شریک سازند. به گفته این کمیشنر کمیسیون انتخابات مطابق قانون و تقویم انتخابات نتایج اولیه در مراکز اعلام شده و قرار است نتایج ابتدایی در 27 میزان و نهایی آن در 16 عقرب اعلام گردد. و خاطر نشان ساخت در ولایت‌های فرا و بدخشان تغییرات در قسمت تامین ارتباط و ارسال مواد انتخاباتی به دست نیامده است. در همین حال امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولت‌ساز در یک نشست خبری با اعلام پیروزی در انتخابات از جانب عبدالله رئیس تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی واکنش نشان داد. صالح گفت از تیم‌های دیگر خواهش می‌کنم که به اراده ملت مردم افغانستان و قاعده بازی احترام بگذارند و با تنش لفظی و ادبیات خیابانی روان مردم را نه مخدوش بسازند و نه هم روان مردم را به گروگان بگیرند. صالح همچنان افزود من از تمام کاندیداها میخواهم که بر رسم و رواج خیابانی پایان بدهند و بگذارند که افغانستان مثل دیگر ملل متمدن و پیشرفته قضاوت رسمی داشته باشد. او تاکید کرد که تنها نهادی که حق داوری از برد و باخت را دارد کمیسیون های انتخاباتی است. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس با اشاره به بحران احتمالی پس از انتخابات میگویند که نامزدان باید برای جلوگیری از بحران نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند. با گزارش اسپوتنیک نمایندگان مجلس روز دوشنبه 8 میزان در نشست عمومی تاکید کردند که انتخابات دو روز پیش شفافترین انتخابات نسبت به گذشته بوده و نامزدان باید طبق اصول دموکراسی با رای مردم احترام بگذارند. غلام حسین ناصری یکی از اعضای مجلس گفت خواهش ما از تیم‌های انتخاباتی این است که نتیجه انتخابات را بپذیرند و به خاطر منافع ملی نگذارند افغانستان بار دیگر به بحران انتخاباتی سوق داده شود. آقای ناصری افزود انتخابات از اصول دموکراسی است که حتما برنده و بازنده ای دارد، اما نامزدان نباید به بهانه های میزان کم اشتراک کنندگان و یا دستیابی به حکومت ائتلافی بحران آفرینی کنند. غلام فاروق مجرو عضو دیگر مجلس نیز گفت انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان هرچند کم رنگ بود و مشکلات خود را داشت، اما نسبت به انتخابات گذشته شفاف برگزار شد. امیدواریم کمیسیون های انتخاباتی استقلالیت خود را حفظ کرده و نتایج آرای پاک مردم را اعلان کند. کمال ناصر اصولی نیز گفت صداهای شنیده می شود که گویا برخی سیاسیون انتخابات را قبول ندارند. مشخص نیست سیاستمداران افغانستان چی وقت به منافع ملی احترام می گذارند. متاسفانه سیاسیون افغانستان در طول تاریخ چنین نقصی را داشته و ترجیح دادن به منافع شخصی عامل بدبختی این کشور بوده است. بلقیس روشن از دیگر مجلس نیز گفت که شرکت کم مردم در انتخابات در واقع پاسخ به رهبران سیاسی بود که آنان باید خود را با خواست مردم همگام سازند. این در حالی است که برخی سیاسیون میگویند که میزان کم اشتراک کنندگان در انتخابات به حکومت آینده مشروعیت نمیدهد، اما قانون اساسی و قانون انتخابات هیچ سقفی را برای مشروعیت انتخابات تعیین نکرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.